هادی حجازی‌فر از جمله بازیگران ایرانیه که به تازگی به سینما و تلویزیون معرفی شده. حجازی‌فر متولد سال 1355 در شهر خوی است و لیسانس نمایش عروسکی داره. او با فیلم سینمایی ایستاده در غبار به صورت جدی به سینما معرفی شد، اما قبل از اون حضوری کوتاه به عنوان بازیگر فرعی در فیلم سینمایی مزرعه پدری به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور و در سال 1383 داشت. اما بازی درخشان و عجیب حجازی‌فر در فیلم سینمایی ایستاده در غبار باعث شد که او به یکی از پرکارترین و بهترین بازیگران سالهای اخیر سینما ایران تبدیل شد. او همان سال نامزد سیمرغ جشنواره فیلم فجر شد که خیلی ها معتقدن این جایزه با نامردی بهش نرسید. البته مثل همین اتفاق در ماجرای نیمروز یک و آتابای هم برای حجازی‌فر افتاد و اون رو از جشنواره دلزده کرد. جالبه که بدونید هادی حجازی‌فر از اون بازیگراییه که واکنش‌های خیلی تند و تیزی هم در فضای مجازی داشته که البته در خیلی از موارد هم حق با اون بوده. خودش چند بار گفته که چون ترکه زود جوش میاره، اما سعی میکنه خودش رو کنترل کنه. اما اصولا حجازی‌فر میونه خوبی با توهین و فحاشی در کامنت‌های اینستاگرامش نداره و اونها رو با تندی جواب میده. برای همینم هست که هر چند وقت یه بار خودش صفحه‌اش رو دیاکتیو میکنه تا از دست بعضی فحاشی‌ها در امان باشه. برای مرور متفاوت ترین نقش های حجازی‌فر همراه با کانال پاپکورن باشید. فراموش نکنید که سابسکرایب کردن کانال و لایک کردن و کامنت گذاشتن برای ویدیوها میتونه به ما کمک کنه که محتواهای بهتری رو برای شما فراهم کنیم. ماجرای نیمروز 1 و 2. هادی حجازی‌فر اگرچه با ایستاده در غبار به سینما معرفی شد، اما توانایی و تبحر بازی او در فیلم سینمایی ماجرای نیمروز 1 کاملا به چشم می‌آید. در این فیلم به کارگردانی محمد حسین مهدویان، او در کنار جواد عزتی احتمالاً متفاوت ترین نقش کارنامه خودش رو به عنوان مأمور اطلاعاتی ایران می‌دونه. حجازی‌فر شخصیتی کاریزماتیک داره. او با بازی در نقش کمال، فرماندهی تند، خشن و گاهی ملایم اما مقتدر، چهره این متفاوت از خودش به دنیای هنر معرفی کرد و برای ماجرای نیمروز 1 جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو از جشن خانه سینما دریافت کرد. اولاد ایران یه زمان جنگ بود، الان جهاده. صد کیلومتر اومدم روی خاک ما، شما تازه پدیدید. ترس و وحشت انداختم میان مردم، لاکر دارم. شما لای مردم برگشت نرم. البته خوبه که بدونید در زمان نمایش ماجرای نیمروز 1 در جشنواره فجر خیلی ها فکر میکردن که حق جواد عزتی و هادی حجازی‌فره که سیمرغ بهترین بازیگر نقش اصلی و نقش مکمل مرد رو به دست بیاره و میگن که سیاسی کاری در دولت اول حسن روحانی باعث شد که این جوایز به حجازی‌فر و عزتی داده بشه. ایستاده در غبار. اگرچه آغاز بازیگری هادی حجازی‌فر در دنیای سینما با مزرعه پدری به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور بود، اما بازی در فیلم ایستاده در غبار به کارگردانی رفیق شفیقش یعنی محمد حسین مهدویان و ایفای نقش متفاوت احمد متوسلیان از او چهره‌ای شناخته شده در میان اهالی سینما ساخت. الان احمد متوسلیان میگه که ستونه که داره در میده. باید سپاه اینجا ماهی 1 میلیون خورده یا 2 میلیون تومان خرج داشته باشه. بازی در نقش احمد متوسلیان یکی از نقش‌های ماندگار هادی حجازی‌فره که در کارنامه هنری او ثبت شد و بسیاری از مردم و اهالی سینما هنوز هم او رو با همین نقش می‌شناسند. جالبه بدونید که بسیاری از اهالی سینما در جشن آغاز اکران این فیلم با دیدن حجازی‌فر نتونستن جلوی اشک‌های خودشون رو بگیرن. خودش تعریف میکنه که فردای نمایش ایستاده در غبار در برج میلاد در صف ایستاده بوده تا فیلم دیگری رو ببینه. ناگهان سه عکاس به سمتش اومدن و اون ناخودآگاه خودش رو کنار کشیده، چون فکر کرده کسی پشت سرشه که میخوان از اون عکس بگیرن و بعد متوجه شده که عکاس‌ها میخوان از خودش عکس بگیرن، چون در این فیلم بازی فوق‌العاده‌ای رو از خودش به نمایش گذاشته. حجازی‌فر در زمان بازی در فیلم ایستاده در غبار 39 ساله بود. شبکه 3 سیما نوروز 99 با سریال دوپینگ به کارگردانی رضا مقصودی مهمان خانه‌های مخاطبانش بود.
و هادی حجازی‌فر یکی از بازیگران نقش اصلی این سریال. دوپینگ یک سریال کمدیه و حجازی‌فر در این سریال ایفاگر یک نقش طنازانه. بازی در سریال دوپینگ یکی از متفاوت ترین نقش های این بازیگر محسوب میشه که البته مخاطبان هم با اون ارتباط برقرار کردن. آتابای به تهیه کنندگی و کارگردانی نیکی کریمی فیلمی عاشقانه و درام است که هادی حجازی‌فر هم نقش اصلی اون رو بازی میکنه و هم نویسندگیش رو برعهده داره. آتابای در 38مین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد و هم با استقبال مخاطبان همراه شد و هم تونست به عنوان فیلم برگزیده منتقدان و نویسندگان در مجله معتبر فیلم انتخاب بشه. آتابای و نقش متفاوت هادی حجازی‌فر انقدر به چشم اومد که هیچ کس حتی باورش نمیشد که داوره جشنواره اون رو برای بازی در این نقش کاندید دریافت جایزه نکنه. نشست خبری فیلم سینمایی آتابای در جشنواره هم یکی از پرحاشیه ترین نشست های خبری جشنواره بود که میتونید فیلم کامل و گزیده های اون رو از کانال پاپکورن و پلیلیست 38مین جشنواره فیلم فجر تماشا کنید. سریال زیرخاکی. سریال زیرخاکی به کارگردانی جلیل سامان و تهیه کنندگی رضا نصیرینیا سریال جدیدیه که این روزها در حال ساخته و به زودی در 2 فصل 25 قسمتی آماده نمایش میشه. از تصاویر منتشر شده از این سریال مشخصه که هادی حجازی‌فر در کنار پژمان جمشیدی در این سریال ایفاگر نقشی متفاوتن. باید بدونید که زیرخاکی یک سریال کمدی و هیجان انگیز محسوب میشه و احتمالاً ماه رمضان امسال از تلویزیون ایران پخش میشه. ژن خوک. فیلم سینمایی ژن خوک فیلمی به کارگردانی سعید سهیلیه که یکی از فیلم‌های شکست خورده کارنامه سهیلی محسوب میشه و در عین حال یکی از تجربیات متفاوت هادی حجازی‌فر در دنیای بازیگریه. حجازی‌فر در این فیلم در نقش رضا کیشمیش درخشیده. سلام علیکم. چه خبره؟ خود او گفته که بازی در نقش رضا کیشمیش براش خیلی سخت و طاقت فرسا بود، اما به هر حال این فیلم در گیشه با شکست مواجه شد و فقط 4.5 میلیارد تومان در عید نوروز سال 98 بود. بازی در ژن خوک در کنار طنزهای نقش رضا کیشمیش گیلدا. بازی در فیلم سینمایی گیلدا به کارگردانی کیوان علی محمدی و امید بنکدار یکی از نقش‌های بسیار متفاوت کارنامه هادی حجازی‌فر محسوب میشه. او با بازی در نقش یک روحانی هم تجربه جدیدی در دنیای بازیگری به دست آورد و هم یکی از متفاوت‌ترین نقش‌های کارنامه هنریش رو رقم زد. البته این فیلم چندان دیده نشد، بنابراین این نقش هم نه در بین سینمایی‌ها و نه در بین فیلم‌بین‌ها مورد توجه واقع نشد. به غیر از این فیلم ها، خیلی از مخاطبان سینما هادی حجازی‌فر رو برای بازی در فیلم لاتاری و به وقت شام میشناسن که البته جزء فیلم های پر مخاطب این بازیگر محسوب میشه. لاتاری رو محمد حسین مهدویان کارگردانی کرده و به وقت شام رو ابراهیم حاتمی کیا. کاتیوشا و دارکوب هم دو فیلم دیگه هادی حجازی‌فر هستن که فروش بدی نداشتن، اما حضور متفاوتی برای
هادی حجازی‌فر محسوب نمی‌شوند.